مقام های امارت اسلامی اینجا در پایگاه نظامی بگرام، جایی که برای دو دهه بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود، با ساز و برگ های نظامی بر جا مانده رژه نظامی برگزار کردند و توان نظامیش را به نمایش گذاشتند. چرخبال ها، تجهیزات نظامی سبک و سنگین به شمول هاموی های زرهی و نیروهای مجهز با این تجهیزات در این رژه نظامی به دید گذاشته شده اند. در این مراسم از ماین های دست ساخت که مرگبارترین سلاح در 20 سال گذشته بود نیز به نمایش گذاشته شده اند. رئیس الوزرای امارت اسلامی در این مراسم گفت که فشارها و تحریم‌های بین المللی نتیجه نخواهد داد و با حکومت فعلی باید تفاهم شود. هر څوک چې راوړاندې کېږي د تفاهم، د مذاکرې، د ابهام و تفهیم، چې د هر مملکت مشکل وي، راځي چې زموږ سره دې په تفاهم حل کړي. زموږ سره دوی څه ستونزه لري، څه پهسته دې دی چې دته د افغانستان د ولس یو کمزورې شتمني ده، هغه در مدغه کړې. در این مراسم افزون بر مقام های حکومت سرپرست، نمایندگان چین، روسیه، ایران و پاکستان نیز شرکت کرده اند. بگرام لعوائی دگر نه امریکایانو شل کل په افغانستان باندې بمبارو که خلکی وجل دلتا زندانو نو دلتا دا جایدی دوی اغا مهم هستا و مهم مرکزیاتو بنا انن دلتا باید دا مراسم تر سر سید چیز و خود دلسی دا آخری نقطه هم دی دوی نتس پسوید. تأمین امنیت کشورتان به دست فرزندان خودتان هست. تمام سرحدات و کشور عزیز خود توسط فرزندان خود افغانستان تأمین امنیت می شود. هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. همزمان با سالروز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در بیانیه از حمله نظامی امریکا در سال 2001 بر افغانستان دفاع کرده است. وزیر دفاع امریکا پیکار با هراس افغانی را پایان نیافته می داند و می گوید که امریکا به پیکار در برابر هراس افغانی ادامه خواهد داد.